با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، تا که باید در انتظار تغییر و تدبیر در این حکومت بود؟ مطلبی از خانم شکوه میرزادگی. جدا از مرور بر آنچه که حکومت موسوم به جمهوری اسلامی در کل دوران تسلط خود بر ایران بر سر میراث فرهنگی و طبیعی و انسان و حیوان و آب و هوا و خاک آورده، طی 10 سالی که به طور روزمره پیگیر و درگیر مسائل میراث فرهنگی سرزمینمان بودم، مدام به مواردی برخوردم که نشان دهنده چپاول مستقیم میراث فرهنگی مردمان ایران به دست عوامل دولت و حکومت بوده است. من بارها در نوشته ها و گفته های تلویزیونی خود درباره این چپاول ها نوشته یا به آن اشاره کردم، اما از آنجا که عادت ندارم به دشمنانم و حتی به دشمنان مردم که البته بدتر از دشمنان خودم میدانمشان تهمت ها و اتهام هایی بزنم که مستند نباشد، همواره سعی کردم که با این گونه خبرها را از خود نشریات رسمی و دولتی حکومتی بردارم و یا از عکس ها و گزارش های مستندی که افراد فرهنگ دوست از ایران برایم میفرستند استفاده کنم، و اگر هیچ سندی نبوده خبر را همان گونه که به دستم رسیده به عنوان گفته می شود یا مردم محلی می گویند در نوشته ها و گفته هایم مطرح کردم. این را هم بگویم که من به این ضرب المثلی که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها اعتقادی ندارم، به خصوص که در کشورهای دیکتاتور زدهی چون سرزمین ما با نبود آموزش درست و آگاهی دهنده از یک سو و سانسور گسترده از سوی دیگر، برخی از مردم به پچ کردن و شایع پراکنی و قضاوت‌های عمومردکی و خال زنکی عادت دارند. اما نکته جالب آن است که در طی این مدت طولانی تقریباً بجز 4-5 خبر، بقیه گفته‌های مردم محل و یا گزارشگران غیر حرفه‌ای و وبلاگرها واقعی از کار در آمدند، چرا که با گذشت دوران رسوایی احمدی نژاد، با رو شدن اخبار چپاول‌های انجام شده در حوزه میراث فرهنگی و سوء استفاده‌های مالی دولت به وسیله عوامل و مسئولین سازمان میراث فرهنگی، میتوان ثابت کرد که کارهایی همچون حفاری های معروف به غیر مجاز یا خروج و فروش اشیای گران قیمت باستانی در خارج یا حفاری های محوطه های تاریخی به بهانه های ساختن جاده و سد و سیمکشی برق و لوله‌کشی آب و گاز و غیره، هیچی بدون دست داشتن یا موافقت دولت یا بخشی از حکومت امکان پذیر نبوده است. توجه کنیم که این موضوع ربطی به یک دولت یا یک وزیر و وکیل ندارد، بلکه به کلیت این نظام مربوط می شود، نظامی که هیچگاه جز دشمنی و ستیز با فرهنگ ایرانی یا فرهنگ های مستقل از مذهب تشیع نداشته است. تفاوت تنها می تواند در این حد باشد که در این نوع دشمنی ها و ویرانگری ها ممکن است در زمان یک دولت بیشتر و در دولت دیگر کمتر و یا پنهانی تر صورت گیرد، اما از ابتدای انقلاب تا کنون همواره شاهد یک روند دائمی در این موارد بوده ایم. بیادم هست که درست چند ماه پس از شروع کار دولت آقای روحانی، در مطلبی تحت عنوان آینده سدسازی های ویرانگرانه و دولت روحانی نوشتم، به نظر من ناآگاهی است اگر با اطمینان بگوییم که کل رهبری و مسئولین جمهوری اسلامی از سیر تسلسل ویرانگری ها بیخبر بودند. به راستی چه نامی میتوان بر این اعمال وقف ناپذیر دولت های حکومت اسلامی گذاشت؟
ویران کردن ایران زمین به هر قیمتی و به عمد، یا بیکفایتی، سودجویی، ناکارآمدی، حتی اگر خوشبینانه و ساده لوحانه بگوییم که فقط این مورد دوم واقعیت دارد، باز هم میتوان پرسید که چگونه میشود کل نظامی را که به دلیل ناکارآمدی حاصلی جز ویرانی و فقر و بیکاری و بدبختی برای مردمان ما نداشته است، لایق و شایسته رهبری 75 میلیون انسان و یک سرزمین با ارزش و ثروتمند دانست؟ آیا کارشناسان و متخصصین و امثال من کوشنده میراث فرهنگی اشتباه میکنی؟ کافیست آنهایی که هنوز به این حکومت و اکنون به آقای روحانی و امید تدبیرش دل بسته اند چشم باز کنند و منتظر آینده باشند و ببینند که این دولت نیز با همه انتقاداش از دولت قبلی همچنان دنبال کار آنها را خواهد گرفت یا نه. اکنون پیش از یک سال از عمر دولت 11 گذشته است. در این مدت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دو رئیس که معاون رئیس جمهور نیز هستند عوض کرده است و نه تنها هیچ تغییری در عملکرد این سازمان دیده نشده، بلکه و بدبختانه بسیاری از عملیات دولت قبلی را دنبال کرده و به همان شکل ادامه می‌دهند. کدام را باور کنید؟ کشف را یا قلابی بودن آن را؟ جزی از این روش چپاول و تاراج را شفاف نبودن و دروغگویی به مردم در ارتباط با میراث فرهنگی ایران زمین که در واقع از داشته‌های قانونی و حتی شرعی همه مردمان ایران است تشکیل می‌دهد. نمونه این کردار را در همین ماه گذشته شاهد بوده. در ساعت 12:29 بعد از ظهر 18 خرداد سال جاری، خبرگزاری دولتی میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد که 3 پیش 2 طلا و نقره به همراه مقادیری ظروف باستانی توسط سپاه باستاران شهرستان مشکین شهر کشف شد. آنطور که مدیر میراث فرهنگی استان اردبیل میگوید، همکنون مراحل کارشناسی این اشیا به منظور تایید اصالت و قدمت آنها به اتمام رسیده و میراث فرهنگی آماده تحویل این اشیاء نفیس باستانی است. آقای یحیای تقی‌زاده، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اردبیل، در رابطه با قدمت و ارزش باستانی اشیاء به خبرگزاری میراث فرهنگی گفت: به دنبال کشف اشیاء باستانی توسط اطلاعات سپاه شهرستان مشکینشهر، 2 طلا و نقره که ارزش‌های آنها با جام مارلیک برابری می‌کند، به همراه 300 قلم اشیاء باستانی که قدمت آنها دقیقا مشخص نشده کشف شد و طبق اذعان و اظهار نظر کارشناسان میراث فرهنگی احتمال می‌رود این اشیاء متعلق به عصر آهن بوده باشد. اون کل میراث فرهنگی استان اردبیل که آشکارا از این کشف بسیار خوشحال بود، در برابر خبرنگار مربوطه همچنین از این جام طلا با نام جام مشکین شهر یاد میکند و میگوید این اشیا نشانگر پیشینه و تمدن کهن شهرستان مشکین شهر در پیشینه ایران اسلامی است. آنطور که کارشناسان اعلام کردند قابل قیمت گذاری نیست. و سپس عکسایی را هم از این اشیاء مختلف در اختیار خبرنگاران گذاشته و میگوید که به زودی اصل آنها را به معرض تماشای عموم میگذارد. اما همان خبرگزاری در ساعت 5:55 بعد از ظهر 18 خرداد، یعنی حدود 5:30 بعد، در مطلبی مخشوش و بی‌سرتر با این تیر جام طلای مشکین شهر به پرتگاه شک افتاد اعلام کرد که آنچه کشف شده واقعی نبود و قلابی است. در این خبر همه اعلام کنندگان کنار گذاشته می شوند و تنها یک قاچاقچی خائن به عنوان عامل بروز این اشتباهات معرفی می شود. همچنین در توضیح قلابی بودن اشیاء کشف شده با آقای ملکزاده که گفته می شود مدرس دانشگاه و کارشناس اموال تاریخی هست صحبت می کند
و ایشان سخنانی کلی و بدیهی میگویند که کاملا درست است، اما هیچ ربطی به قلابی بودن اشیای مشینشهر ندارد. یکی از مهمترین راه های فهم اصالت یک شی تاریخی این است که شی از درون یک باف یا نهشته به باستانشناسی به دست آمده باشد. به عبارتی شی باستانی باید در کاوشای علمی کنترل شده و از زیر کلنگ باستانشناسان خارج شود. آنگاه ایشان تنها با نگاه کردن به عکسی که به اون نشان دادن اظهار نظر میکنند، با اینکه تصاویر موجود در جام مشکینشهر چندان واضح نیستند، اما از نگاه نگارشناختی یا آپکونوگرافیک تصاویر موجود با نمونه های معیار و شاخصی که در نقوش به کار رفته در جام تفاوت دارد و بیانگر ناشی بودن و ناولد بودن فرد جاهل در ساخت این شی است. در اینجا به راستی هیچ معلوم نیست که در ظرف آن 5 ساعت ابتدا چه کسانی گفتند که این جام قلابی است که کارشناس نام برده سخن آنان را آن هم از روی عکس تایید میکنند. و یا تفاوتی که ایشان از نگاه نگار شناختی در جام مشکین شهر دیدن در مقایسه با چه چیزی مشخص شده؟ اما نکته قابل تأمل اصلی آن است که مدیر کل میراث فرنگی الداری چنان که در بالا آمد، پس از 3 روز که از پیدا شدن این اشیا میگذرد با قاطعیت میگوید که همکنون مراحل کارشناسی این اشیا به منظور تایید اصالت و قدمت آنها به اتمام رسیده و میراث فرنگی آماده تحویل این اشیاء نفیس باستانی است. یعنی کارشناسان میراث فرنگی در طی 3 روز مطالعه کارشناسی بر روی خود اشیای کشف شده اصالت آنها را تایید کردند. این کارشناسان یا باستانشناسان میراث فرنگی حتی گفتند که احتمال می‌رود این اشیاء متعلق به عصر آهن بوده باشند. حالا چگونه باید حرف آن کارشناسان را که حداقل 2 تن بودن و از نزدیک اشیا را دیدن غلط دانست، اما نظر کارشناسی دیگر را که از روی عکسی نه چندان واضح شیئی را دیده قبول کرد که اشیای مزبور تقلبی هست، مگر اینکه قبول کنیم کارشناسان سازمان میراث فرنگی اردبیل صلاحیت ندارند و مثل خیلی از مسئولین حکومت اسلامی بدون تخصص و مدرک بر صندلی کارشناسی جای گرفتن. نظر دیگرم این است که آقای یحیای تقی‌زاده انسان راستگویی است، اما به دلیل اینکه احتمالاً مدت زمان اندکی است که در سمت ریاست سازمان میراث فرنگی خدمت می‌کند گاف کرده و خبری را که نباید عمومی شود برملا کرده است. یعنی به علت تازه‌کاری هنوز نمی‌دانسته که ماجرای کشف چنین چیزهایی را نباید با خبرنگاران یا مردم در میان گذاشت و همواره لازم است که کل اشیای کشف شده تقدیم آقایانی شود که بلدن با این آنها چه کنند. آقای یحیای تقی‌زاده حتی عکسایی از این اشیا را در اختیار خبرنگاران قرار داده است، عکسایی که دهها شیء ریز و درشت را نشان می‌دهد و معلوم نیست که این قاچاقچیان خائن و حفاران غیر مجاز چرا برای ساختن این اشیای بدلی این همه زحمت به خود دادند. آنها که جام طلا و نقره را داشتند، جامی که حتی کارشناسان میراث فرنگی را هم گول زده بود، چه ضرورتی می‌دیدند که 300 شیء ریز و درشت دیگر هم بسازند؟ و علاوه مگر این قاچاقچیان احمق هم بودند که وقتی اشیا قلابی است به پلیس و پاسدار بگویند واقعی است، یعنی مجازات و درگیری خودشان را چند برابر کنند. برای اطلاع آن دسته از کسانی که ممکن است بگویم من آدم بدبینی هستم، لازم است توضیح دهم که این بار اولی نیست که این اتفاق افتاده. طی 10 سال اخیر بارها و بارها از این عملیات بسیار دیدم. قبل از دوران احمدی نژاد و رحیم مشائی دست متقلبان راحت‌تر رو می‌شد یا مسئولین سازمان میراث فرنگی بیشتر از آن که برای نظام دلسوزی داشته باشند برای فرهنگ و میراث فرهنگی دلسوز بودند و برای همین همدستیشان با ویرانگران کمتر بود. اما پس از انتصاب احمدی نژاد که سازمان میراث فرنگی و گردشگری کلن اسلامی شد، آنها کم کم راه‌های راحت‌تری
برای دزدی های خود پیدا کردن. مثلا در سالهای ابتدایی دولت احمدی نژاد یک بار اشیاء تاریخی و با ارزشی چندین برابر اشیاء کشف شده در مشینشهر به طور تصادفی و در حین کندن کانال گاز منطقه رام هرمز پیدا شد و بلافاصله خبرنگاران مطلع شده به آنجا رفتن و از آنها عکس گرفتن. اما پس از آنکه سر و کله میراثی ها پیدا شد تا مدت ها در آن منطقه هیچ ناخودی اجازه ورود پیدا نکرد و هنوز هم معلوم نیست که آن همه اشیا کجا هستند. یا وقتی تونل های مترو اصفهان را از زیر آثار تاریخی عبور می دادن، یعنی ظاهرا اثر لجبازی و در اصل به خاطر بیرون کشیدن آثار تاریخی کهن، هیچ کس اجازه ورود به آن منطقه را نداشت. البته آن موقع هنوز نه خبرنگاران تا این حد ممنوع الورود به اماکن بودند و نه تا این حد قلم شکسته و بیخبر نگاه داشته شده و نه آقایان به خوبی یاد گرفته بودند که به راحتی اعلام کنن همه چی قلابی بود و یه ده قاچاقچی اونها رو زیر خاک کرده بودن. اکنونم اونها تجربه بیشتری در این عملیات پیدا کرده و ماهرتر شدن و هم توانستن انقدر از این بلاها بر سر مردم بیاورن که متاسفانه مردم هم بیخیال از همه چیز شدن. ممنون.